بنده خوب باشید استاد شبشید. دو تا ویدیو داریم که اینها رو اگر کارگردان برنامه آماده دارن، چون شاید وقت زیاد نداشته باشیم، همون ویدیوی تیمسار سیاری رو اول پخش کنیم. مطلب بسیار مهمی رو باز امشب میخوام با آقایی برسونم در دو تیتر. یکی این که ایران الان امروز نیروهای ایرانی در برابر نیروهای انیرانی که شرش باز بیشتر میدم الان نمیشب قرار گرفتن، و حتما شما دیدید و کارگردان برنامه همونطوری که ترانه بسیار زیبای مهربانیار سامر جمشیدی رو اول برنامه پخش کرد، از در جریان هستید که در ایران الان دیگه نیروهای پلیس، من از این بعدم قبلا هم گفته بودم از الان میگم، نیروهای پلیس و نیروهای شاهنشاهی در برابر صدام حسینی ها، نیروهای بعث تازی که همون بخشی از معابدین عراقی بودن و تو این 43 سال نفوذ کردن وای میستن و از مردم و زنان و دختران آریایی هدافن میکنن و دفاع میکنن. من فیلم های زیاد هست آقای شرف شده که توتای رو کوتاه اجازه میشه پخش کرد، وقتش نیست، ولی ریشه این کار رو من میخوام بگم چی هست. ریشه این کار تیمسار حبیب سیاری رو ما به عنوان نمونه یک بار دیگه امشب از ایشون تجلیل میکنیم. امیر ارتش شاهنشاهی ایران که سال 1353 4 سال پیش از انقلاب سیاه در استخدام ارتش شاهنشاهی قرار گرفت، اونجا آموزش دید، یک نمونه است ایشون، یک نمونه است از سیر عمرای ارتش زمان شاه، افسران زمان شاه که اینها بودن که جنگ رو بر علیه صدام حسین به پیروزی رسوندن، اینها بودن که نیروهای دیگر رو آموزش دادن و قهرمانی ها رو بعد سپاه به حساب خودش گذاشت. تیمسار سیاری چند سال پیش یک مصاحبه‌ای کرد در ارتش، دفتر تلویزیونی ارتش و سه تا خبرنگار ایرنا رو پذیرفت، صحبت های زیادی کرد، ولی کل مصاحبهش فقط یکی دو ساعت روی سایت بود، بعد برداشتن. همونجا خوشبختانه ما در اختیار داشتیم که الان قابل دسترسی از همون موقع. تیمسار سیاری اونجا میگه که میگه جنگ رو ما کردیم، پیروزی ها رو ارتش آفرید و ولی سپاه همه رو گذاشت به حساب خودش. حالا نکته ای که میخوام بگم پیش از اینکه فیلم رو ببینیم اون این استاد شرفشاهی، بعد از انقلاب سیاه ارتش اومد با همون به هر حال ذهنیتی که 7700 سال ایران رو اینا نگه داشتن، دید چاره ای نداره جز اینکه در رژیم بمونه، نیرو تربیت کنه، و این نیروی که اون تربیت کرد بود که 8 سال تونستن مقاومت کنن و صدام حسین رو آخر ایرانی ها اعدام کنن. اما از اون طرف صدام حسین با شیوهی که در چند برنامه اخیر به شما گفتم تونست بیاد به ایران و نفوذ کنه، و تا همین الان بدنه قدرت در ایران بخشیش دست اونهاست، از جمله بسیج، از جمله بخشی از سپاه، از جمله قوه قضایی تماما و نیروهای دیگه مثل مجلس و جاهای دیگه و مجلس خبرگان و و و و اینها همه در دست نیروهای صدام حسین است، و افرادی مثل تیمسار سیاری که اینها موجب شدن که ما در برابر عراق بیشتیم و پیروز بشیم، که الان که افغانستان میخواد به ایران حمله بکنه و میکنم، چون بلومبرگ رو من بگم، مایکل بلومبرگ یکی از شرکای بزرگ جورج سوروس هست، و من اینها رو که میگم گورج سایروس به خاطر اینکه اینها یک تشکیلات جهانی که هستن، شخصیت های بسیاری هم هستن که تو این جریان هستن، سوروس فیلسوف این اندیشه است. وقتی که مایکل بلومبرگ در رسانه های خودش که نقش مهمی هم در رسانه های دیگه داره میاد اعلام میکنه که اینها کامیکاز یعنی آدم های انتحاری و آماده کردن، و بعد یه گزارشی هم هست که من که برنامه خودم پنجشنبه نشون میدم، اینجا وقت نیست، گزارشی هم هست که اینها آمادگیشون رو دارن، تمام تجهیزاتی که امریکا براشون گذاشته رو میخوان ازش استفاده کنن در رابطه با حمله به ایران، و این بار حمله به ایران دیگه این داعش و طالبان و شما همه رو بذارید رو هم، میشه همین آدمایی که درست مثل پابرهنه های زمان اول انقلاب محمد 1400 سال پیش حمله کردن تمدن ها رو نابود کردن، همونطور خواهد شد. حالا در این فیلمی که ما میبینیم خیلی جالبه که بدونید استاد شرفشاهی، مردم ایران و اندیشمندان و فرهیختگان ایران در ارگان‌های مختلف این عرایض رو شنیدن و قاطع دارن خودشون دیگه الان میشنوید میبینید، میگه که صدام حسین کف بازاره، میگه جنگ تحمیلی تو ایران تو کوچه و خیابون ما داره، مداحشون میخونه،
مداهشون میخوره. و بعد تیمسار سیاری رو که میبینید افتخار آفرینی‌ها رو میگه آخرش میبینید که داره تو صف همین سینه زنان اعتراضی اینها رو نیان به دروغ بگن که اینا اطلاعاتی هستن، میان این سینه زنی‌های اعتراضی رو میگذارن. سینه زنی‌های اعتراضی استاد شرفشاهی یکی از بهترین شیوه هاست که مردم رو آگاه کرده، آگاهی داده، با ظلم و جنایات و فساد رژیم رو گفتن به هوای این روزخونی ها. تیمسار سیاری که اونجا میبینیم، بعد هوشنگ صمدی رو میبینیم که هوشنگ صمدی از تکاوران دلیر که افتخارات بزرگی رو از ایشون هم در جنگ آفریده میاد یه دقیقه است. اونم میبینیم تو همین ویدیو که میگه من دلم میخواست زمان تازش نخستین اعراب میبودم که اون با اونا میجنگیدم که 1400 سال من بدبخت و بیچاره نشم. و نکته های بسیار، این چند دقیقه فیلم رو که این توقیف شده بود و شده است الان، صحبت های تیمسار حدود یک ساعت بوده، ما اینجا دو سه دقیقه شو برش کنیم. من درودم میبسیم به این مرد بزرگوار مزاحمش شدن، حتی آدم های رادیو صدا و سیما که این مصاحبه کرده بودن 5 نفر رو اینا بازداشت کردن، آزار شکنجه داد این صدام حسینی های حاکم. که صدام حسین الان بسیج و قدرت بسیج از روز اول دست اونا، ولی همین پلیس که حالا میبینه و ارتش شاهنشاهی که اینا میان تو خیابون دیگه مردم رو ازشون دفاع میکنن، اینها دست پرورده های ارتش هستن و همین هایی که صدام حسین رو نابود کردن. این چند دقیقه رو میبینیم، برمیگردیم من خدمتتون عرایزم رو دنبال میکنم. خواهش باید خوب گوش کنید دوستان، مهربان یاران، به کلمه کلمه سخنان تیمسار و مطالبی که مطرح میشه گوش کنید. خواهش میکنم این دو سه دقیقه رو. در جنگ ایران عراق که 8 سال ادامه داشت و سلحشورانه مردم ایران جنگیدن و از سرزمین آب و خاک ما دفاع کردن در برابر تازش تازیان، که البته تازیان الان هم تو ایران تا همین الان امروز من دارم با شما صحبت میکنم تازیان هستن که در ایران دارن حکومت میکنن. سند این امروز میبینیم از تیمسار، من میگم تیمسار بهش، امیر دریادار میگن، حبیب سیاری. اگر میخواید صحبت منو بنویسین، من خواهش می‌کنم اینا رو بنویسید، تقصیر شماست. اصلا نیومد در موقعیت ارتش رو حساب بکنن. ما هنوزم کسی حق نداره با دوربین توپ فرماندهیمون بره. جوان امروزی باید احساس بکنه که امنیت کشورش برقراره و بدون کی انجام داده. لازم نیست که من هر روز برم بگم آقای جوان امروزی تو بدان که من، ببین من سیاری چقدر کار می‌کنم. حالا این مظلوم شده. چرا؟ چون که میدونیم همه ما که یک رشادت‌های زیادی در تاریخ کشور ما انجام شده که به هر حال این مرزبون باقی مونده و تقویت میشه و ضعیف میشه. مردم متوجه فکر می‌کنن وسط انگار ارتش نبوده. بله، بارها میگم. بعد یه سری عواملی بودن که هنوز هم زاویه دارن با ارتش، مثلا حرفایی بزنن، گفتایی بزنن. این ثابت کردن. هنوز هم ما می‌بینیم در یه سپاهمون سال 65 شکل گرفته، تازه یه سازمان می‌خواد شکل بگیره. مگه به همین راحتیه که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاریم؟ مگه اینطوریه؟ مثلا می‌بینی یه سید یه حاجی با یه تیربار جسه یه دستی یه لشکر رو ظرف 26 ساعت ازم می‌بره. خب اگه اینجوریه 12 شب و 12 لشکر عقب بریم می‌رفتی. خیلی از فیلم چه تعریف می‌کنن نه؟ اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ حاتمی کیا. تو دفتر خودم موقعی نیرو دریایی بودم جلسه گذاشتم و گفتم آقای حاتمی کیا، اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود. گفت چرا؟ گفتم ببین شهید فلاحی فرمانده من بوده در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز. یک ابرمردی بود برای خودش. شهید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزادسازی سوسنگرد، گلوله خمپاره و توپ می آمد. همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری. میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راست راه میرن. میگفتن آقا خم شو. میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم، دشمن باید خم بشه. این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟ نه، یک آموزش بود، یک حرکت بود. اما شما وقتی تو فیلم یاد میگه بابا این کجا شهید فلاحی بود؟ نه همینطور بود. کیمیا که حالا برات بگم، بس کیمیا برات بگم، شما حالا شما اینا رو ثبت و ضبط می، من کیمیا یک ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردن ضبط کردم و پخش نکردم. ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 ساله ما رو خط مقدم
بعد عراقی ها بخوام بگیرنش. آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه دست عراقی ها نیافته. اون وقت ما انقدر بی‌غیرتیم که چیمه به خط مقدم میجنگه، اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردند. تاریخ گذشته ایران، شما میگید ای کاش من تو فلان زمان بودم، میگید که ای وای کاش من اون موقع بودم. کاش من اون موقعی بودم که عرب به ایران حمله کردن. کاش من اون زمان بودم. اون زمان سرداران اون زمان ما که در جلوی عرب ایستادند، کاش اون زمان بودم. قهرمانهای جنگ ترد شدند، سرخی روی ملت از سیلیست، کف بازار جنگ تحمیلیست. قهرمانهای جنگ ترد شدند، کف بازار جنگ تحمیلیست. مسلمانان به پا خیزید، خدایان مسلمانان به پا خیزید، خدایان دروغین را فرو ریزید، خدایان دروغین را فرو ریزید، خدایان دروغین را فرو ریزید، خدایان دروغین را فرو ریزید. وقتی دل و جان در قبطه ایمان استاد شرفشایی، دیدید که واضح میگه که این خدایان اینا هم دروغه، درست مثل گلازین که میخونه خداوند شما بیمار است، یا مثل ترانه زیبایی که سام جمشیدی خون و مژگان عظیمی ها میخونن. یعنی این الان رشد فکری مردم ایران به حد اعلا رسیده. فیلم های دیگه هست استاد شرفشایی که زن ایرانی سگش رو گرفته بدون پوچش اسلامی، بدون روسری مزاحمش میشن، میگه این اسلامتونه فلان، با شجاعت هم میگه از هیچ نمیترسه. بعد میبینید همین صحبت هایی که تو این سالها گفته شده و ببینید در چند هفته اخیر در برنامه شما مطرح شده، صدام حسین در ایران داره حکومت میکنه و حزب بعث صدام حسین و تشکیلاتش تو این نوحه خونی اینا میگه کف بازار جنگ تحمیلیست. جنگ تحمیلی یعنی صدام حسین. تمام نیروهای بسیج که یکی از فرماندهانشون من برای شما معرفی کردم که نقدیست، که جاسوس صدام حسین بوده، اول انقلاب سیاه بازداشت میشه، زندانی میشه توسط همین عوامل خودش که اینا در ارگانهای زیادی بودن، معاودینه. من به معاودین نازنین عزیز کاری ندارم، اون معاودینی که جاسوس بودن تو این آمدن